بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان درود می‌فرستم به یکایک مستمعان گرامی، حاضران و غایبان، و برای همگان آرزوی بهروزی و نیکبختی و حسن عاقبت دارم. خداوند منان را هم سپاسگزاریم که مرا به این خدمت کوچک موفق کرد. امیدوارم که عزیزان با آشنا شدن با این حکیم متفکر یعنی مرحوم اقبال لاهوری خودشان با مراجعه به دفتر اشعار او بهره‌های عظیم ببرند و انبان معرفت رو آکنده تر کنند. بابت گذشته خواندن کتاب نقش فرنگ مرحوم اقبال لاهوری رو آغاز کردیم و من مقدمتا نکاتی رو در این باب گفتم و وعده دادم که در این نوبت هم ابیات بیشتری رو از این دفتر بخوانیم و هم به زوایا و خفایای اندیشه اقبال در باب شرق و غرب بهتر پی ببریم. ابیاتی که نوبت گذشته خواندم دوباره می خوانم. خواندن این ابیات هم خالی از لذت نیست و شعریت و بلاغتی که در این اشعار موج می زند حکایت از نهایت و کمال توانایی شاعر عزیز ما دارد، کسی که هرگز ایران رو ندیده بود و زیارت نکرده بود و دورا دور زبان فارسی رو آموخته بود. نبوغ او به او چنین توانایی رو عرضه کرد که با زبان فارسی چنین آشنا شود که گوی سبقت از بسیاری از شاعران ایران نشین پارسیگو ببرد. باری ابیات این بود: از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتار تر است، برق را این به جگر می زند آن رام کند، عشق از عقل فسون پیشه جگردار تر است، چشم جز رنگ گل و لانه نبیند، ورنه آنچه در پرده رنگ است پدیدار تر است، عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمار تر است، دانش اندوخته ای دل ز کف انداخته ای، آه از آن نقد گرانمایه که در باخته ای. همینجا توقف میکنیم. البته ابیات بعدی رو هم باید بخوانیم تا به عمق اندیشه اقبال پی ببریم. حالا یک قطعه دیگر رو هم میخوانم برای اینکه ضرورت دارد برای تحلیل اندیشه او در باب نسبت میان شرق و غرب. حکمت و فلسفه کاری است که پایانش نیست، سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست، بیشتر راه دل مردم بیدار زند، فتنه ای نیست که در چشم سخندانش نیست، دل ز ناز خنک او به تپیدن نرسد، لذتی در خلش غمزه پنهانش نیست، دشت و کهسار نوردید و غزالی نگرفت، طوف گلشن زد و یک گل به گریبانش نیست، چاره این است که از عشق گشادی طلبیم، پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم. خب اینجا می توانیم توقف کنیم. ما اجمالاً از اقبال می شنویم، نوبت قبل هم شنیدیم، که جهان غرب، جهان مدرنیته، جهان عقلانیت است، در حالی که جهان شرق جهان عشق است. یا حالا اگر هم نگوییم که شرق جهان عشق است، اینقدر هست از نظر اقبال که عالم غرب عالم عقل است و عشق در او یا نهان است یا مفقود است یا ضعیف است. هرچه که هست اونچنان که باید و شاید بهره ای از عشق ندارد، در عوض انبان او مالامال از عقل و عقلانیت است. میبینید که چگونه تقابل بین این دو مقوله برقرار میکند.
و یکی رو برتر از دیگری می نشاند. این که فتنه ای نیست که در چشم سخندانش نیست، عقل رو می گوید. دل ز ناز خنک او به تپیدن نرسد، عقل رو می گوید. عقلی که سرد است و گرم نیست، در مقابل عشق گرم است، چالاک است و فداکار است و آرمان طلب است. اما عقل این چنین نیست. عقل محافظه کار است، سرد است، نفع طلب است، فداکار نیست، آرمانی در او نیست، گرمایی در آدمی نمی انگیزد و همواره شما رو به خود و به نفع خود دعوت می کند. دل ز ناز خنک او به تپیدن نرسد، لذتی در خلش غمزه پنهانش نیست، عقل رو می گوید. یعنی دلبری نمی کند عقل. خلش یعنی خارش. لذتی در غمزه پنهانش نیست. به همین دلیل هم دست تهی دست است. دشت و کوهسار نوردید و غزالی نگرفت، یعنی آهوی نگرفت، صیدی نکرد، طوف گلشن زد و یک گل به گریبانش نیست. تمام باغ رو گشت، طوف گلشن زد، اما یک گل در گریبانش نیست. گل که نماد زیبایی است، نماد حسن است، نماد معشوقی است، نماد خنده است، نماد خوشرویی است و خوشرنگی است، در او نیست. در عوض عقل دشت و کوهسار رو می نوردد، یعنی زمین رو، دریا رو، آب رو، آسمان رو، باد رو، همه چیز رو رام خود می کند و اونها رو در اختیار می گیره، ولی نهایتاً تهیدست است. یعنی چه؟ یعنی آدمی رو اقناع و اشباع نمی کنه. یعنی غذای دل و روح به آدمی نمی دهد. اما تا بخواهید او رو قدرتمند می کنه و توانایی تصرف در طبیعت و تصرف در دیگران رو به آدمی یا به عالمان و عاقلان می بخشد. یک چیزی از نظر جناب اقبال اینجا کم است. یعنی عقل بی عشق و عشق بی عقل هر دو ناقصند و این دو در کنار یکدیگر تکامل و تکمیل پیدا می کنند. تا اینجا رو ما از صوفیان و عارفان خودمون شنیده ایم. بیان اقبال البته بیان شاعرانه بسیار زیبایی است و در خور یک حکیمی است که در قرن بیستم می زیسته است و پیشرفت‌های عظیم علمی و تکنولوژیکی مغرب زمین رو پیش چشم داشته، با اونها آشنا بوده و لذا بهتر از هر عارف و حکیم دورانهای پیشین می تواند بگوید که وقتی دست عقل باز شود چگونه می تواند تصرف طبیعت رو تسخیر کند و چگونه می تواند سلطه خودش رو بر همه کره خاک بلکه آسمانها بگسترد و اونها رو صید کند و در اختیار بگیرد، در خدمت بگیرد، استخدام کند. بهتر از پیشینیان این نکات رو اقبال می توانست بگوید و گفته است. اما اینکه عقل و عشق باید در کنار یکدیگر باشند و آدمی با یک بال نمیتواند بپرد، بهترین سخنگوی این امر مولانای خود ماست که جناب اقبال هم نهایت ارادت رو به این مرد الهی داشته است. اما اونچه که تفاوت میبخشد سخن اقبال رو با عارفان و شاعران پیشین تعیین مصداق اوست. میگوید که در یک منطقه از عالم اکنون در قرن 19 و 20 عقل مسلط شده است و دست سلطه‌گر خودش رو همه جا گسترده است و گشوده است، اما عشق زیر دست شده است و به نهانخانه رفته است یا سرکوب شده است. در حالی که در نیمه دیگر زمین که ما او رو مشرق زمین مینامیم یا امروز جهان سوم مینامیم یا قاره آفریقا و قاره مثلا بخش خاورمیانه و آسیا و اینها مینامیم،
در اونجاها عقل چنان که باید و شاید بر کرسی و بر صدر تاریخ بشر ننشسته است. عشق همچنان زنده تر است. دل شرقیان بهتر و بیشتر می تپد. عاشقی به اونها بیشتر می برازد. در حالی که با رشد عقل عشق راه گریز گرفته است. همون داستان پشه و باد که از مولانا بارها شنیده ایم که گفت که پشه آمد نزد سلیمان و گفت حضرت سلیمان، باد در اختیار توست و به فرمان توست، من از باد گله دارم، شکایت دارم برای اینکه برای من آرامش و قراری باقی نگذاشته است. من هر جا میخوام بایستم، روی گلی، روی چیزی بنشینم، باد من رو به سوی دیگری پرتاب میکنه. سلیمان گفت که آیین داوری و دادرسی این است که من هر دو خصم رو حاضر کنم، هم شاکی هم متهم رو، و سخن هر دو طرف رو بشنوم تا بتوانم عادلانه داوری کنم. و در همون حال فریاد زد که ای باد بیا. همین که باد آمد، پشه راه فرار گرفت. پس سلیمان گفت ای پشه کجا؟ باش تا من بر هر دو من رانم قضا. گفت بیست تا من داوری کنم. گفت ای شه، داد من از بود اوست. گفت من اصلا مشکلم همین وجود اوست، وقتی او میاد من نمیتوانم قرار بگیرم، او چو آمد من کجا یابم قرار که برارد از قرار از وجود من دمار. باره چیزا هستن که تزاحم وجودی دارن، یعنی گویی بودن یکی مانع بودن دیگری است. و هرچه که هست، عقل فعلا از نظر اقبال در جهان غرب چنین نقشی رو ایفا کرده است و عشق رو از صحنه و از میدان بالمره بیرون کرده است. و به همین سبب چاره این است که از عشق گشادی طلبیم، پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم. مرادمون رو باید از عشق بطلبیم، گشاد یعنی گشایش رو از عشق باید بطلبیم، برون شوی از انسدادی که بر اثر تسلط عقل پدید آمده است باید از عشق بطلبیم. این سخن جناب اقبال فقط هم سخن شرقی و عارفان و صوفیان ما نیست. پس از دوران رنسانس و بالا گرفتن رشد عقل و علم، چنان که می دانید یعنی اونچه که راسیونالیزم نامیده می شود، نهضتی در اروپا پدید آمد به نام رومانتیسیزم. و این رومانتیسیزم در حقیقت عکس العملی بود، واکنشی بود در مقابل راسیونالیزم برای ستاندن حق عاطفه و عشق. دقیقا شبیه اونچه که اینجا اقبال میگوید. میگفتن آدمی فقط عقل نیست، عقل محاسبگر و عقل محافظه‌کار، بلکه جوانب دیگری در وجود آدمی هم هست که عقل و علم جواب اونها رو نمیدهند و ما باید قضای اونها رو از جای دیگری کسب کنیم. پس این هنر چیست؟ پس شعر چیست؟ پس هنرهای ظریفه چیست؟ و موسیقی چیست؟ و بسی چیزهای دیگری که اینها معتقد بودند که بیرون از دایره عقل محاسبگر قرار میگیرند و نوع دیگری از جهان رو به روی ما میگشایند و نحوه دیگری از زندگی رو به ما معرفی میکنند. میتوانیم سخن اقبال رو در اون کانتکست هم بنشانیم، بگوییم نوعی رومانتیسیزمی هست که در مقابل راسیونالیزم مطرح شده است و داد عواطف رو و دل رو می ستاند در مقابل عقل که فربهی سرطانی بسیار پیدا کرده و جا رو بر دل تنگ کرده است. البته سوابق و پیشینه عرفانی هم که داریم و داشته ایم و اقبال هم به خوبی با اونها آشنا بوده است، مخصوصا آموزه های مولانا جلال الدین رومی. بگذارید حالا بیشتر در این باب تعمق کنیم. یعنی سخنی است که یا ادعایی است که اقبال می کند. ببینیم که آیا می توانیم در بست و به طور کامل سخن ایشان رو بشنویم. اولا
تصوراً و سپس تصدیقاً سخن اقبال رو تحلیل کنیم، بعد ببینیم که آیا نظرهای رقیبی در این باب وجود داره یا وجود نداره، اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم. ببینید در همین ابیات پیشین که خواندیم یک ادعایی کرد اقبال، گفت که عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبان است که بیمار تو بیمارتر است. خطاب به مغرب زمین عقل زده میگوید که تو اعجاز مسیحا داری، یعنی کاری میکنی در طب که حتی مسیح اون کار رو نمیکرد، یا به اون درجه رسیده ای، بیماری های لاعلاج پیشین رو شفا میدی و تازه این مال 100 سال پیشه، از 100 سال پیش تا امروز که طب پیشرفت بسیار بسیار کرده است. عجبی نیست، عجبان نیست که اعجاز مسیحا داری. ما این رو میبینیم ولی تعجب نمی کنیم. عجب اینه که با همه این اعجاز مسیحا بیمار تو بیمارتر است، نتوانستی بیماران رو شفا بدی، علی رغم اینکه چنین قدرتی در عالم طب و تکنولوژی پیدا کرده. این کدام بیماری است که در غرب شفا پیدا نکرده؟ نه تنها شفا پیدا نکرده بلکه شدت بیشتر گرفته و بیمار بیمارتر شده است. خب این ادعای مهمی است دیگه. ببینید این سخنان گفتم حدود 100 سال یک قرن پیش از زبان یا از قلم جناب اقبال بیرون آمده است و اون روز روزی بود که حقیقتاً سخن از ضعف یا عجز عقل گفتن بسیار هزینه داشت. امروز در خود مغرب زمین منتقدان بسیاری آمده اند و نوشته اند و گفته اند و ادعا کرده اند که مغرب زمین، تمدن مغرب زمین لنگی های جدی در بعضی از جوانب دارد. البته اندیشه ترقی میگوید که این لنگی ها به تدریج رفع خواهد شد و همه این مشکلات و این عیوب و این نواقص هم رفع خواهند شد. ولی جناب اقبال با نگاه تمدن بین، و این بسیار مهمه، در اینجا خطاب به تمدن غرب است دیگه، نه به هیچ کشور خاصی یا به هیچ انسان خاصی، با یک نگاه تمدن نگر میگوید اصلا پایه ها و ارکان این تمدن چنان است که از یک ضعف ذاتی برخوردار است، یک ضعف لاعلاج، یک بیماری لاعلاج که هرچه هم در عقلانیت پیشرفت بکند، هرچه در صنعت، در علم، در تکنولوژی پیشرفت بکند، اون ضعف لاعلاج علاج نخواهد شد. بنابراین عجیب این است که یک موجود مقتدر این همه ناتوان است. عجب این است، عجبان نیست که اعجاز مسیحا داری و این همه مقتدری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است، یعنی ناتوانی. این اقتدار در عین ناتوانی همون ادعایی است که جناب اقبال میکنه و این رو هست که ما میخواییم در ترازوی تحقیق بگذاریم و ببینیم که کدام بیماری هاست که افزونی پیدا کرده و از همه بالاتر کدام بیماری هاییست که در تمدن مغرب زمین و این راه و روشی که در پیش گرفته برای همیشه لاعلاج باقی خواهد ماند و دارو و شفایی پیدا نخواهد کرد. این حرف خیلی مهمی است، ادعای بزرگی است. عرض کردم یک قرن پیش این ادعا بسیار بزرگتر و فاخرتر بود. امروز سخنگویانی در خود غرب هم پدید آمدن که کم و بیش این سخنان رو میگوین. اما این نکته رو جناب اقبال وصل میکنه به مسئله عشق. یعنی در حقیقت وقتی این ادعا رو میکنه، گویی که برای تحکیم و تثبیت این مدعا و بلکه برای اثبات این مدعا میگوید که چون تو از عشق محرومی یا خودت رو محروم کرده ای، لذاست که یک بیماری های لاعلاجی پیدا کرده ای و توانایی های تو در جوانبی به طور کامل محدود است و نمیتوانی پاره ای از مشکلات رو حل کنی، پاره ای از گره ها رو باز بکنی، گرچه در یه جاهای دیگری خیلی تواناتری. حالا بریم جلوتر، ابیات بعدی رو بخوانیم. خب
عقل چون پای در این راه خم اندر خم زد. عقل که البته یادتون باشه وقتی ما میگیم عقل، مهمترین و شیرین‌ترین و آبدارترین میوه عقل علم است، همین علم تجربی است. البته فلسفه هم هست، اینا هم هست، اما حقیقت این است که الان به جرأت میتوان ادعا کرد که تمدن مغرب زمین تمدن علم، علم تجربی، علم و تکنولوژی است. همونطوری که مثلا تمدن یونان قدیم تمدن فلسفی بود، همونطوری که تمدن اسلامی تمدن فقه و حقوق است. و اینها خب خیلی نکته های مهمی است، یعنی بیشترین فراورده ها و میوه های درخت تمدن اسلامی فقیهان بودند و بیشترین کتاب ها در این تمدن در فقه و حقوق و اصول نوشته شده است. در مقابلش تمدن یونان قدیم و اکنون تمدن مدرن غربی که فربهترین فرزند این تمدن عبارت است از عقل و از علم، علم تجربی و تکنولوژی. چیزهای دیگه هم البته هست، اما این یکی از همه برجسته تر است. بنابراین وقتی میگه که عقل چون پای در این راه خم اندر خم زد، شما بخونید علم، علم، علم تجربی چون پای در این راه خم اندر خم زد، یعنی در راه تصرف عالم و بستیت. چه کار کرد؟ شعله در آب دوانید و جهان بر هم زد. شعله در آب دوانیدن رو هم میتوان مجازی و کنایی معنا کرد، هم میتوان حقیقی و تحت لفظی. شعله در آب دوانیدن یه معنای خیلی سادهش این استش که کشتی های بخاری و ناری که میساختند اصطلاح به جای اینکه پارو بزنند و یا بادبان داشته باشند، کشتی هایی که با موتور کار میکرد و شعله در کشتی بود، آتش در آب بود. این یه معناشه که بعدها هم یه عده ای آمدند و یک قیاسی درست کردند برای اینکه منطق قدیم ارسطویی رو به چالش بطلبند. گفتند که کشتی در آب است، آتش در کشتی است، پس آتش در آب است. می‌خواستن بگویند که به این دلیل منطق قدیم قیاسی ارسطویی اشکال و خلل داره، منتهی به یک تعارض و تناقض می‌شود. حالا از او در گذریم. شعله در آب دوانیدن کنایتاً یعنی کار کارستان کردن، معجزه کردن. مگه میشه آتش رو در آب قرار داد؟ اما یه معنای عرض کردم حقیقی هم داره که واقعا کشتی هایی که موتور دارن و اینها از حدود همین یک قرن و نیم پیش، دو قرن پیش ساخته شدن و جایگزین کشتی های بادی و بادبانی و پارویی و اینها شدن، واقعا شعله در آب دوانیدن و با این شعله در آب دوانیدن جهان رو برهم زدن، یعنی نظم تازه‌ای در عالم پدید آوردن. و این درست هم هست، باز اگر خیلی تحت لفظی این رو معنا بکنیم، یعنی دریاها رو تسخیر کردن. و شما می دانید که تسخیر دریاها و فرستادن کشتیها به این سو و اون سو یکی از مهمترین ابزارهای استعمار بود. بنابراین عقل چون پای در این راه خم اندر خم زد، یعنی علم و تکنولوژی، شعله در آب دوانید و جهان برهم زد. و به زبان ساده صنعت و مخصوصا صنعت کشتی سازی پدید آورد. کیمیا سازی او ریگ روان را زر کرد، اما، یعنی یه اما اینجا کم داره، بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد. چنین کار مهمی کرد که شیمی جدید که او نامش رو کیمیا سازی میگذارد، ریگ روان را یعنی خاک رو زر کرد. باز می توانید این رو شما تحت لفظی معنی کنید که واقعا در شیمی هسته‌ای خاک رو و عناصر خاک رو می توانند به طلا تبدیل بکنند. البته طلایی در میاد از آب که صدها برابر طلای طبیعی قیمتش میشه، ولی این کار علل اصول شدنی است. هر عنصری رو به هر عنصر دیگری می توان بدل کرد، یعنی چنین دست بالایی پیدا کرد. و یا به طور مجازی و کنایی خاک رو زر کرد، یعنی از خاک استفاده ها کرد
و معدنها از دل خاک بیرون آورد. اما با همه این توانایی که عقل و علم داره که شعله در آب دوانید و جهان برهم زد و کیمیاسازی و شیمیگری او که ریگ روان رو زر کرد، یک عجز و نقصان بزرگ داشت و اون که بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد. باز این تقابل در اینجا میبینید که آشکار میشه، برجسته میشه. از یک طرف عقل چه توانایی هایی نشون میده از خودش، اما یک مرتبه به دل سوخته که میرسه عجز او آشکار میشود، اکسیر محبت ندارد. باز معناش این استش که در دیار مغرب زمین که دیار عقل و علم است، محبت کم پیدا می شود. دلهای سوخته شفا پیدا نمی کند. وای بر سادگی ما که فسونش خوردیم. فسون چی رو خوردیم؟ فسون عقل رو خوردیم، فسون علم رو خوردیم، گولش رو خوردیم. وای بر سادگی ما که فسونش خوردیم. رهزنی بود و کمین کرد و ره آدم زد، هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. عجب شعریست، عجب ترکیب معانی بدیعی است اینجا. اولا دیگه شور ضد عقلانی اقبال بالا گرفته. میبینید که در حضرت عشق نشسته در وادی عاشقی و عقل رو رهزن خطاب میکنه. رهزنی بود، کمین کرد و ره آدم زد. خیلی این مفهوم مولانایی است و البته دیرینتر و پیشینتر از مولانا سر ادبیات مسیحی هم دیده می شود که زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. زیرکی که همون عقل باشه. داندان کو، مولانا میگه داندان کو نیک بخت و محرم است، هر کی که محرم دیار حقایق است، به وصال حقیقت رسیده، او خوب میداند که چی؟ که زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. زیرکی ابلیسانه است و آدمی گلش رو با عشق سرشتند. اینجا هم درست همین تعبیر رو اقبال میکنه، میگه عقل رهزنی بود، زیرکی رهزنی بود، مثل شیطان کمین کرد، در کمین نشست و ره آدم زد، راهزنی کرد و بشریت رو گمراه. هنرش یعنی هنر عقل، خاک برآورد ز تهذیب فرنگ. خاک برآوردن یعنی چی؟ یعنی معجزه کردن، یعنی جارو کردن. البته خاک از دریا برآوردن یک پارادوکسی بود. اینجا هم اقبال به هم اشاره داره، میگوید که با جارو کردن، تهذیب یعنی پاکیزه کردن، با پاکیزه کردن تمدن فرنگی و فرهنگ فرنگی، گرد و خاک ها رو بالا آورد، قبار ها رو برانگیخت. اما این قبار ها به چشم پسر مریم رفت. پسر مریم یعنی عیسی، یعنی دین رو اینها کشتن، چشمش رو کور کردن، اما عقل رو بینا و بیدار کردن. این تعبیر خاک به چشم پسر مریم زد بسیار عالی است. یعنی در اینجا نه تنها منافات و معارضه عقل رو با عشق بیان میکنه، منافات و معارضه عقل رو با دیانت هم بیان میکنه. در واقع گویی که عقلانیت منافی مسیحیت بود، منافی معنویت بود. درسته که قبار تهذیب کردن خاک فرنگ رو و فرهنگ فرنگ رو تمیز کردن و گرد و غبارش رو برآوردن، اما این گرد و غبار به چشم پسر مریم رفت. شرری کاشتن و شعله درودن تا کی، عقده بر دل زدن و باز گشودن تا کی. فوق‌العاده است این سخن و باز اقتباس از مولاناست. اگر به یاد داشته باشید از مولانا که میگفتش که کار عقل، کار فلسفه این است که چی؟
که عقده سخت عقده را بکشوده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تویی. میگه فلسفه کارش اینه که خودش گره اختراع میکنه، بعد مینشین اون گره رو باز میکنه و افتخار میکنه، باز دیگری میاد گره نوعی اختراع میکنه، دیگری میاد با باز کردن این گره او هم افتخار میکنه و همینطور این بیزنس ادامه پیدا میکنه. شرری کاشتن و آتش میکاریم، آتش درو میکنیم، عقده بر دل میزنیم و باز میکنیم. یعنی همینطور نشستیم و گره میسازیم و گره باز میکنیم و عمرمون رو در این راه میبازیم. تا کی؟ بعد دو جور عقل رو اینجا جناب اقبال در مقابل ما مینهد، یکی عقل خودبین و دیگری عقل جهانبین. عقل جهانبین یعنی عقلی که افقهای بسیار بزرگتری رو مینگرد و مایل است که در کل این فضای بزرگ عالم حقیقت طواف کند و پرواز کند، در حالی که عقل خودبین یعنی عقل خودمحور و اونی که فقط دور خودش میچرخه و منافع خودش رو فقط میبینه و منظور داره. بنابراین عقل خودبین خیلی نازک است، مثل یه گل گلخانه است توی باغچه، زود هم فاسد میشه و باید نازش رو کشید. ولی از اون طرف عقل جهانبین مثل عقاب، مثل شاهین میمونه که پرواز میکنه و بالای آسمان ها میره. عقل خودبین دیگر رو، عقل جهانبین دیگر است، بال بلبل دیگر است. بلبل با بال خودش چقدر میتونه بپره، چه مسافتی، چه ارتفاعی؟ بسیار اندک. بال بلبل دگر و بازوی شاهین دگر است. دگر است اون که برد دانه افتاد ز خاک، اون که گیرد خورش از دانه پروین دگر است. ببینید اون مرغی که میاد از دانه‌ای که روی خاک افتاده همون رو برمیچینه، یعنی در همین فاصله اندک. ولی یک مرغی داریم، مرغ بلند پروازی مثل شاهین داریم که میره از خوشه پروین، یعنی اون صورت پروین که در آسمان هست، که از صور فلکی که مثل خوشه میمونه. میگه بعضیا از مرغای ما چنان بلند پروازند و بلند همتن که خوراکشون رو از خوشه پروین میگیرن. دیگر است اون که زند سیر چمن مثل نسیم. یه متحرکی، یه موجودی داریم که مثل نسیم ملایم و لطیف میوزد، یه گشتی در چمن میزنه. ولی یک موجود دیگری داریم که میره به ضمیر گل و نسرین، اون فقط روی و پوست گلها رو لمس میکنه و از کنارشون به نرمی عبور میکنه، ظواهری رو میبینه. دیگر است اون که زند سیر چمن مثل نسیم، یه چیز دیگری است. اما اون که در شد، یعنی اون چشمی که یا اون موجود نافذی که می رود در عمق ضمیر گل و نسرین، اون چیز دیگری است که این همین عقل جهانبین باشه که در واقع همون عشق است. خب دیگر است آن سوی نه پرده گشادن نظری، این سوی پرده گمان و زن و تخمین دیگر است. فرق است میان آن که به سوی نه پرده، یعنی اون بالای نه فلک، ما نگاه خودمون رو بدوزیم، یعنی یک چنان جهان بزرگی رو زیر نگاه خود بگیریم، یا این سوی پرده به یک گمان و ظن و تخمینی دلخوش باشیم. این کار علمه، کار عقله که به بیش از ظنی و گمانی نمیرسد، در حالی که اون دیده بینایی که از عشق کسب بصیرت و بینایی می کند، او اون سوی نه پرده نظر خودش رو می گشاید، یعنی به بالای آسمان ها هم می رسد و اونجاها رو هم می بیند. ای خوشون عقل که پهنای دو عالم با اوست، نور افرشته و سوز دل آدم با اوست. عقلی که این عقل همون عقل اشغالود است، این همون عقلی همراه بصیرت است. خوشا عقلی که فقط خودبین و خودنگر نیست، خودمحور نیست، عقلی است که پهنای دو عالم با اوست. این همون چیزی است که مولانا به او میگوید عقل عقل. در ادبیات مولانایی و عرفان او ما یه عقل داریم که همیشه در مقابل
عشق شکست میخورد و کم میآورد و یک عقل دیگری داریم که عقل عقل است. به قول مولانا، عقل دفترها کند یک سر سیاه، عقل عقل آفاق دارد پر زما. عقل کارش اینه که کتاب مینویسه و کتاب میخونه، دفترها رو سیاه میکنه، همون که ما به فارسی میگیم سواد. سواد یعنی سیاهی دیگه. فلانی سواد داره، یعنی دفترها رو سیاه میکنه و یا سیاهی ها رو میخونه. خب اما عقل عقل داری، اون دیگه سیاهی نیست، اون سپیدیه، اون نوره، اون درخشش و روشنیه. عقل دفترها کند یک سر سیاه، اما عقل عقل آفاق دارد پر ز ماه، همه جهان رو روشن میکنه. نگاه کنید چقدر این اندیشه ها و آموزه های مولانا مثل خون در رگهای مغز و روح اقبال نفوذ کرده. همون سخنان رو به یه زبان دیگری و گاه هم شیرینتر و خوشتر بیان میکنه. ای خوشان عقل که پهنای دو عالم با اوست. پهنای دو عالم، این یعنی باید بگیم ای خوشان عقل عقل، چون عقل خودبین اینطوری نیست. بعد این عقل عقل نور افرشته و سوز دل آدم با اوست. فرقش با عقل راسیونالیستی مدرن پست رنسانس این است که سوز دل آدم هم داره، هم نور فرشته داره، یعنی هم بصیرت جهان بینی داره، معرفت داره، اینو داره، اما علاوه بر اون سوز دل آدم هم داره، یعنی همون بخشی از وجود انسان رو که راسیونالیسم پوشش نمیدهد و در بر نمیگیره و تقضیه نمیکنه. خب ببینید، ما تقریبا حالا میتونیم ابیات بعدیش هم بخونیم یا نخونیم، ما تقریبا حرف جناب اقبال رو اینجا فهمیدیم که ماجرا چیست و مدعا چیست. اولا بین عقل و عشق این تقابل رو میافکند که این تقابل همیشگی بوده، یا به زبان مدرن اروپایی بین راسیونالیسم و رومانتیسیسم، و میگوید که عقل عاجز است از معجزاتی که عشق میتواند بکند. اکسیر محبت. بعد میاد سراغ تعیین مصداق، که این خیلی مهمه، که امروزه مغرب زمین یا فرنگ به قول ایشان اکسیر محبت کم داره، این متاع رو نداره یا کم داره، ولی از در مقابل متاع عقل تا بخواهید داره. همه دنیا رو گرفته، آسمان ها رو گرفته، شعله در آب دوانیده، خاک رو زر کرده و کیمیا کرده و اعجاز مسیحا کرده و غیره و غیره، همه این کارا رو کرده، اما یک کاری رو نکرده، یا یک قدرت رو نداره، یا یک بضاعت یا توانایی و ظرفیت رو نداره، و اون محبت است یا اکسیر محبت است. خب آیا حالا سوال میکنیم از جناب اقبال، اما قبل از اینکه من این سوال رو مطرح کنم، سوالمون در واقع این است که دلیل ایشون برای این امر چیه، اجازه بدید من ابیات دیگری رو از جناب اقبال برای شما بخوانم که در همین کتاب نقش فرنگ است و طرح دیگری رو میدهد به ما از مسئله غرب و فرهنگ و تمدن نوین غرب، یعنی تحلیل دیگری و تصویر دیگری رو در اختیار ما میگذاره. اون تصویر دیگر در واقع برگرفته از اندیشه جناب نیچه است. ببخشید آقای دکتر، میخواین اشعار رو بردارم یا اینکه باشه هنوز شیر اسکرین؟ نه اینا دیگه نباشه. نه دیگه کاری نداریم. عرض میشود که این ابیات که کاش من فرصت میافتم و این رو هم میتونستیم روی صفحه بگذاریم، ولی دوستان میتوانن مراجعه کنن به نقش فرنگ در دیوان، در کلیات دیوان اقبال این رو هم ببینن. چند بیته که دوست دارم این رو هم بخوانم، چون گویی که یک رأی آلترناتیو است، بدیل است نسبت به رأیی که اقبال اینجا ابراز می‌داره و بسیار شنیدنی و مهم است. خب
عنوان این قطعه این است، خرابات فرنگ. کلمه خرابات که در ادبیات صوفیانه و قلندرانه ما وجود داشته، ظاهرا همون کلمه است که گویی که کلمه کاباره هم از اون گرفته شده است. خب و به یک معنا هم هستند دیگه، خرابات در اصطلاح ادبی فارسی صوفیانه و قلندرانه ما جایی است که به اصطلاح فسق و فجور می‌کردند، می و مطرب و موسیقی و شراب و کارهای دیگه. خب دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ، شوخ گفتاری رندی دلم از دست ربود. رفته بودم در خرابات فرنگ و خود همین سخن که فرنگ رو به خرابات تشبیه کرده، میخواهد یک چهره و یک جلوه دیگری از فرنگ رو هم به ما بگه، کمان که در جاهای دیگه هم اقبال همین سخن رو به زبانهای دیگری، یعنی به شکلهای دیگری بیان کرده و هشدار داده به غیر فرنگی ها که خلاصه ظواهر مغرب زمین رو نبینید، باطنی هم داره قوت مغرب، نه از چنگ و رباب، نه از رقص دختران بی حجاب، قوت افرنگ از علم و فن است، از همین روغن چراغش روشن است. جای دیگه اتفاقا این ابیات رو تو کتابای درسی فارسی، زبان فارسی در ایران هم آوردن که دانش آموزان بخونن. باری دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ، شوخ گفتاری رندی دلم از دست رو. یک آدم رندی رو در آنجا دیدم و سخنان شوخ طبعانش، شوخ در اینجا به معنای گستاخانه است، نه به معنای شوخی مزاح و بذله‌گویی، یعنی سخنان جدی و مهم و جسورانه. این رند باید جناب نیچه باشه. شوخ گفتاری رندی دلم از دست رو بود. گفت این نیست کلیسا که بیابی در وی صحبت دخترک زهره وش و نای و سرود. این از اون کلیساها نیست که تو فکر میکردی که میان اونجا و ارگ مینوازند و بعد سرود میخوانند و دختران زیبا هم میان. نه، این خرابات فرنگ است. اینجایی که اومدی خرابات فرنگ است. ز تأثیر میش آنچه مذموم شمارند نماید محمود. خیلی این حرف مهمی است. میگه تو وارد خرابات شدی که شرابی به تو میدن که این شراب درست کار شیطان رو میکنه، زشتها رو زیبا میکنه، زیباها رو زشت میکنه. این صفت شیطانی ابلیسی رو که اینجا نیچه میبخشد به تمدن فرنگی، عیناً آقای اقبال اقتباس میکنه. میدونید دیگه در قرآن کار شیطان چی معرفی شده؟ تزیین، یعنی آراستن. زین لهم الشیطان و اعمال لهم. خب الان این شعرم اینجا حاضر شد. دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ، شوخ گفتاری رندی دلم از دست رو بود. گفت این نیست کلیسا که بیابی در وی صحبت دخترک زهره وش و نای و سرود. این خرابات فرنگ است و ز تأثیر میش آنچه مذموم شمارند نماید محمود. از تأثیر شراب اینجا هرچه که مذموم شمرده میشه، یعنی بد شمرده میشه، این از بین میرود. خب این چیزی اینجا هست که جلوی صفحه رو گرفته، من نمیتونم اینجا رو ببینم به درستی بخوانم. خب درست شد. نیک و بد را به ترازوی دگر سنجیدی، چشمه ای داشت ترازوی نصارا و یهود. میگه اکنون در مغرب زمین نیک و بد ترازوی دیگری پیدا کرده. ترازوی نصارا و یهود برای خودشون یک سرچشمه دیگری داشتن، ولی غرب کنونی غرب مسیحی نیست، غرب یهودی نیست، غرب جودو کریستیان نیست. به اصطلاح یه ترازوی دیگری برای سنجش نیک و بد پیدا شده و اون ترازو این است: خوب زشت است اگر پنجه گیرات شکست، زشت خوب است اگر تاب و توان تو وجود. یعنی ترازو عبارت است از قدرت. این دقیقا فلسفه نیچه است، دقیقا فلسفه نیچه است که در مغرب زمین، البته ایشون معتقده که اساساً باید اینطور باشه، ولی به هر حال میگوید که مغرب زمین اینطوره.
قدرت معیار همه چیزه. خوب زشت میشه اگر تو رو ناتوان کنه، زشت خوب میشه اگر تو رو توانا کنه. پس هرچه که مایه و موجب اقتدار است نیکوست، و هرچه که موجب و مایه ضعف است زشت است. به همین دلیل جناب نیچه مسیحیت رو فرو میکوبه خیلی به سختی و میگه اخلاق مسیحیت اخلاق بردگان است، اخلاق گوسپندان است. چرا؟ برای اینکه به شما زهد یاد میده، به شما تواضع یاد میده، به شما کمخوری و کمخوابی و ترک دنیا و غیره یاد میده. اینا که قدرت نمیاره، اینا ضعف میاره، اینا زیردستی میاره، زبردستی، پاور. این اون چیزیست که جناب نیچه اون رو ستایش میکنه. اصلا بعضی از مفسرین نیچه معتقدن که آقای نیچه اصلا اصلی ترین صفت وجود آدمی رو قدرت میدانست و بر مبنای قدرت چیزها، یعنی اصلی ترین آرزو یا خواسته یا آدمی رو قدرت میدونست. خب حالا میتوانیم ما در این مسائل با جناب نیچه موافق یا مخالف باشیم، ولی حرفش اینه. غیر از این در مورد آدمی، در مورد تمدن مدرن فرهنگ حرفش اینه، میگوید که این تمدن قدرت طلب است، به ذات قدرت طلب است و با ترازوی قدرت خوب و بد رو میسنجه. بنابراین اگر یه جایی رو استعمار میکنه، معادن یه کشور دیگری رو برمیداره، زورش میرسه، برمیداره و میاره به نفع خودش مصرف میکنه، قانون مینویسه به نفع خودش و امثال اینها، این به دلیل این استش که قدرت داره و قدرت زشتهای اینا رو خوب جلوه میده. شما خیلی راحت میتونه الان به رسانه ها نگاه کنه. باز این رسانه ها در زمان اقبال اصلا خواب این روز رو نمیدیدن که اینطور مقتدر باشن. زیبا رو زشت میکنن، زشت رو زیبا میکنن، یک کسی رو به عرش میبرن، یک کسی رو به ته چاه میافکنن. غیر از این است میبینیم دیگه، روزانه این است. قدرت الان متاسفانه واجد چنین عمل کردی شده. خب پس خوب زشت است اگر پنجه گیرات شکست، زشت خوب است اگر تاب و توان تو فزود. تو اگر در نگری جز به ریا نیست حیات، هر که اندر گرو صدق و صفا بود نبود. خوب اگر نگاه کنی حیات در مغرب زمین، زندگی همش ظاهر سازیش، تمامش ریاست. و اگر شما بخوای اهل صدق و صفا باشی نخواهی بود، یعنی نمیتوانی باشی. هر که اندر گرو صدق و صفا بود نبود، یعنی دیگه وجودش به عدم بدل میشه. دعوی صدق و صفا پرده ناموس ریاست. ادعای صدق و صفا یه پوششیست که روی ریا کشیدن. ریا میکنن اما دعوی صدق و صفا میکنن. پیر ما گفت مس از سیم بباید اندود، یه روکشی از نقره بکش روی مس، و یعنی متقلبانه و او رو به جای سیم بفروش. فاش گفتم به تو اسرار نهان خانه زیست، به کسی باز مگو تا که بیابی مقصود. خب این قطعه فوق العاده است، البته کاملا مقتبس از اندیشه ها و آموزه های جناب نیچه است که در باره قدرت هرچه بخواهید او سخن گفته. من در بحث های دین و قدرت هم اشاره کردم که جناب نیچه پیامبر اسلام رو بسیار میستود، برای اینکه میگفت این مرد معنی قدرت رو میفهمید و در پی قدرت بود و میخواست که یک امت و ملت و تمدن مقتدر بیافریند. نیومد درس ترک دنیا به مردم بده و یا بگوید که ما حرفی زدیم و رفتیم، خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این چنین نبود. میخواست که خود رو بر صدر بنشاند، میخواست که مکتب او پیروز بشود. خدای او هم به او گفته بود که لیظهره علی الدین کله، این پیامبر رو من فرستادم تا بر ادیان دیگر پیروز بشود. خب غرضم این استش که جناب نیچه در قصه قدرت بسیار جدی
وارد میدان شد و فلسفه خیلی مؤثری پدید آورد. حالا بعضیا گفتن که فاشیسمی که در آلمان پدید آمد بی بهره از تعلیمات جناب نیچه نبود. خب العهدت و علت راوی، من به او کار ندارم، اما این رو میتوانم بگم که یکی از فیلسوفانی که جناب اقبال بسیار تحت تاثیر او بوده همین آقای نیچه آلمانی است که بارها در کلیات اشعار خودش از او سخن گفته، نام او رو برده و بعدن هم باز بیشتر در این باره خواهیم دید. خب پس اینم یک قول آلترناتیو. یعنی چی؟ یعنی اینکه به اصطلاح اینی که بگیم که مغرب زمین جایگاه عقل است و مشرق زمین جایگاه عشق است، اینجا اکسیر محبت داره و اونجا نداره، این به اصطلاح کافی نیست و میتوان گفت که اون چه که تمدن مغرب رو تمدن مغرب کرده قدرتگرایی و قدرت پسندی اوست. بله عقل هم تابع قدرت است، عقل هم اقتدارگراست، علم هم اقتدارگراست. اتفاقا این حرف رو بعدن با بسط و تفصیل بیشتری فیلسوف فرانسوی قرن 20 به نام آقای میشل فوکو زد. یعنی تمام فلسفهش فلسفه همین قدرت است، پاور، و گفت که علم، همین علم تجربی که یکی از محصولات بلکه فربهترین محصول عقل است، در مغرب زمین راهی رو طی کرده است که خواسته یا ناخواسته به اقتدار بیشتر منتهی شده است، به اقتدار بیشتر مغرب زمین و مغرب زمین نشینان. خب ببینید، ما یه وقت فکر میکنیم که دنبال معرفت مطلقیم، یه وقت است که فکر یعنی مینشینیم و دنبال معرفتی میریم که این معرفت توانایی ما رو بیشتر بکنه. معرفت هایی که گذشتگان داشتن این چنین نبود. شما هزار سالم فلسفه متافیزیکی ابن سینا رو بخونید، یک سوزن نمیتونید درست بکنید، ذره‌ای بر قدرت و اقتدار شما در تصرف در طبیعت نمیافزاید. به خیال خودتون کشف‌های بزرگی راجع به حقایق اشیا میکنید و همونطوری که فیلسوفان فلسفه خودشون تعریف میکردن که سیرورت الانسان عالمن مزاحیان للعالم العینی، تبدیل میشوید به یک عالم عقلی که مشابهت دارد با عالم عینی، یعنی حقایق در شما منعکس میشه. خب این یه جور دانشی است. طبیعیات گذشتگان هم همینطور بود. با طبیعیات گذشتگان یه چرخ نمیتونید شما بسازید. علم جدید، ما نباید فکر کنیم که فقط به دنبال کسب معرفت است، یعنی میخواد حقایق رو اونچنان که هست بشناسه. اصلا از یک مبدعی شروع کرده، پیشفرضهایی رو گذاشته، روش‌هایی رو در پیش گرفته که آدمی رو به طبیعت و تصرف در طبیعت تواناتر کنند. عاشق حقیقت محض نبودن عالمان علوم تجربی. نه اینکه در علم تجربی معرفت نیست، اما چشمی به قدرت هم هست و خیلی هم قویاً این چشم بینا و باز است. علمی که فقط و فقط و فقط محض حقیقت رو در دستان شما بگذارد، اگر چنان علمی از اساس دسترس پذیر باشه، مطلوب عالمان علوم تجربی نیست. اقتدار در کنار شناخت انگیزه، اگر نگویم انگیزه قوی تر، انگیزه به همون اندازه قوی است که شناخت معرفت. این سخن رو میشل فوکو به بهترین وجهی تثبیت کرده است. جناب نیچه هم همین رو میگفت. و بعد وقتی که میگیم عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است، عقل هم خودش در واقع اسیر این انگیزه اقتدار است و او شما رو به طرفی میبره، به راهی میکشونه، ابزارهایی رو در اختیار شما میگذاره که قدرت شما رو بیشتر بکنه. ببینید جناب نیچه قدرت رو نه تنها مذموم نمیشماره، بلکه بسیار محمود میشماره. میگه اصلا همینه، باید دنبال قدرت بود.
مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. قصه ایست که شنیدید دیگه، که ابوالعلاء معری اون شاعر نابینای بدبین عرب، عرب سوری، ایشان خب گوشت نمیخورد، ازدواج هم نکرد، فرزند هم نیاورد و حیوانات رو نمی رنجاند. مال 10 قرن پیش ایشون، مال 4 قرن هجری است. و گفتند که وصیت کرده بود که بر سنگ قبر او بنویسند که هذه جنایت ابی و ما جنایت احد، این جنایت پدر من بود. یعنی این که منی که اینجا در این قبر خفتم، این محصول جنایت پدر من، ولی من جنایت نکردم، یعنی فرزندی به دنیا نیاورد. این مریض شده بود و دکتر دستور داده بود که به اصطلاح امروز سوپ مرغ براش بیارن. وقتی که سوپ جوجه آوردن برای جناب ابوالعلاء معری، حکیم شاعر نابینا، نابینا بود دیگه، نمیدید، ولی خب دانست که سوپ مرغ براش آوردن، گفت قصه اینو ایرج میرزا گفته، قصه شنیدم که ابوالعلاء همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد، در مرض مرگ با اجازت دستور خادم او جوجه با به حضرت او برد. خواجه چون مرغ پخته دید براشفت، اشک تحسر ز هر دو دیده بیافشرد، گفت به مرغ از چه شیر شرزه نگشتی تا نتواند کست به خون کشد و خورد. به مرغ خطاب کرد گفت چرا شیر نشدی که نتونن تو رو بکشن و بخورن، تو بکشی و بخوری. گفت به مرغ از چه شیر شرزه نگشتی تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. خب همین فلسفه بود، منتها این فلسفه رو جناب نیچه و فوکو آوردن بالا و در صدر نشاندن. فوکو توصیفی، نیچه تا حدودی تجویزی، یعنی در فلسفه نیچه نرماتیو است، یعنی میگه برید به طرف قدرت، دینی که قدرت نمیاره دین نیست، مسیحیت رو کنار بگذارید، دینی باید باشه که قدرت بیاره و علم اونیست که باید قدرت بیاره و آدمی و سیاست و همه اینجور چیزها. فلسفه ابرمرد در فلسفه نیچه خیلی جایگاه بزرگی داره و اینکه ابرمرد اخلاق میسازه، دین میسازه، او تابع هیچ هنجاری نیست، هنجارها رو خود او میآفرینه. اینا سخنانی بود که بعداً شد ابزار دست پاره از فاشیست ها و از اینها هم استفاده کردن. جناب فوکو البته نرماتیو نیست، دستور نمیده، ولی توصیف میکنه که اصلا این چنین بوده وضعیت. پس ببینید، آیا میتونیم بگیم که در اینجا هم یه فرقی بگذاریم، شبیه اون فرق عشق و عقل که جناب اقبال نهاد، بگوییم که یه فرق دیگه هم داریم بین شرق و غرب، اگر بخوام بگیم، اونی که یه طرف طالب اقتدار است و همه چیزش رو حول محور اقتدار گردآورد، حتی دینش رو، حتی علمش رو، فلسفهش رو، همه اینا برای این است که موجود مقتدر ساخته بشه، که ساخته شد. ولی فلسفه و دین و علم و معرفت و عرفان و اخلاق مشرق زمین اقتدار طلب نیست، نبوده، اصلا در پی این نبوده. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم؟ این فلسفه مشرق زمین بود. زور مردم آزاری نداریم، این رو هم نعمت الهی میدونیم و از او هم نمی گریزیم و ملول نیستیم، کفران نعمت هم نمی کنیم. ببینید بمب اتم ساختن، ما از خودمون باید بپرسیم این همه سلاح ساختن، اصلا کشف بارود، خب قرنها 2000 سال پیش در چین بارود کشف شده، ولی هیچ وقت بارود اون نقش رو پیدا نکرد که در اروپای مدرن پیدا کرد، که با او اسلحه ناری به اصطلاح سلاح‌های آتشی ساختن و بعد پیشرفت کرد و بعد شیمی و فلان تا رسید به بمب‌های شیمیایی و بمب اتمی و غیره و غیره. اینا همه نمادها و نمودهای قدرتن، اگه نیستن پس چی هن؟ و امروز هم این مسابقه تسلیحاتی، مسابقه بر اثر بر سر قدرت است. ماکیاولی
فیلسوف اخلاق و سیاست اروپایی تو قرن 16 هم، اون که همزمان با جناب لوتر بود و خیلی از بزرگان دیگه، حرفش این بود که در سیاست قدرت حرف اول رو میزنه. ما عدالت نداریم، اخلاق نداریم، اینا هم بذارید کنار. و میگفت پیامبران مسلح پیروز بودند، اشارش به موسی بود و پیامبر اسلام. دیگران نه، شکست خوردن و زیر دست شدن و مغلوب و منکوب شدن، و به قدرت نمره اول رو میداد و او رو در صدر می نشون. و از همون موقع به این طرف هم اصلا فلسفه سیاست در مغرب زمین شد فلسفه ماکیاولی. درسته که تو کتابا نقدش میکنن و خیلی علیهش می نویسن، ولی حقیقت این است که در عمل همه مقلد این فیلسوف سیاست ایتالیایی هستن. پس میتونیم حالا به منزله یک پیشنهاد این آلترناتیو رو هم بدیم. امروز من دیگه به تحلیل اینها نمیرسم. سومیش رو هم عرض کنم که باز ببینیم میتونیم یه خطکشی انجام بدیم، یه مرزی بگذاریم بین شرق و غرب. اگر چنین خطکشی های از اساس جایز باشه، و اون پیشنهاد خود من است که اونچه که امروز مغرب زمین رو مشخص میکنه، یعنی خصوصا تو روابط انسانی و در اخلاق و در حقوق و در دین خودش رو از همه جا بیشتر نشون میده، یعنی حقوق گرایی است. در حالی که چه دوران ما قبل مدرن که دوران دینداری مسیحیتی و یهودیتی باشه در مغرب زمین، یا دنیای دینی مشرق زمین که بودیزم باشه یا اسلام باشه، اینا همشون تکلیفگرا هستن. لذا یک طرف تکلیفی طرف حقی. اینهایی که گفتم لزوماً یکدیگر را از در نمیرانند، یعنی اینطوری نیست که مانع الجمع باشن و یکی با دیگری ناسازگار مطلق باشه. شاید اینا همه با هم قابل جمع باشن و همشون رو در کنار هم شاید بتوان نشاند، برای اینکه یک تحلیل و تصویر واقع بینانه تر و دقیق تری از مغرب زمین داشته باشیم. اما راجع به عقل و عشق و اینکه آیا این دو طرف رو یا این دو بال رو میتوان دو بال عقل و عشق شمرد، جای حرف زیاده. همچنین در باب اون آلترناتیف ها که عرض کردم که ظاهرا اونها رو با بحث و تحلیلشون رو همراه با اندیشه ها و اشعار دیگر اقبال باید به ماه آتی بسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم. سلام آقای دکتر. من دستش نمیدونم دارم متوجه میشم که شما کجا میخواید برید با این بحث یا نه، ولی خودم یه سوالی برای من پیش اومده بود که مثلا این بحث قدرت چجوری ما میتونیم اینو در زندگی خودمون به کار ببریم. چون فرض کنیم مثلا خود شما یا آقای منتظری کسانی بودید که میتونستید به این قدرت دست پیدا بکنید ولی طرفش نرفتید. ولی من سوالم اینه که حالا این آیا این همون قدرته یا قدرت دیگه ای هست، و یا من دارم اشتباه جای اشتباه میرم و شما میخواید از این بحث به یک نتیجه دیگه بگیرید. ببینید، نه، من که در این بحث دارم افکار اقبال لاهوری رو تحلیل میکنم و توضیح میدهم فلسفه ایشون رو در باب زندگی و سیاست و اخلاق و مسائل و نکات دیگه، این نکته اول. اما نکته دوم این که قدرت یک جور نیست. آخه اتفاقا این از اون بحثای خیلی مهمه جناب فوکوه. قدرت ببینیم مثل انرژی میمونه، ما انواع انرژی داریم دیگه. یکی از حرفایی است که برتران راسل هم در یکی از کتاباش داره که ببینید انرژی ما انواع انرژی حرارتی داریم، انرژی الکتریکی داریم، انرژی شیمیایی داریم و انرژی مکانیکی داریم، پتانسیل داریم، چی داریم چه نداریم. اینا هم همه به هم بدل میشن، یعنی این همه با هم آشنان و یکی به دیگری تبدیل میشه. اتفاقا من سالها پیش، این هم اوائل دوران آقای خاتمی بود، شاید 25 سال پیش تقریبا، مصاحبه ای داشتم که چاپ شد و الان در یکی از کتاب های من هم هست، تحت عنوان روشنفکران قدرتمندان بیمسند. من در اونجا همین رو بحث کردم، گفتم که ما یک قدرت
واحد نداریم. مثلا فکر کنیم سیاست و افراد و رجال سیاسی مقتدرن، یا اونایی که نظامیان و تفنگ به دستشون اونا مقتدرن. اینا بعد یه نوع قدرت هست، تنها نوع قدرت نیست. من اونجا گفتم یه انسانی یا یه مجموعه که یه روزنامه رسانه در اختیار دارن، اینا بسیار قدرتمندن. کمان که الان تو مغرب زمین هم میبینید، در ایران خودمون هم میبینید. به همین دلیل هم جلوی اینا گرفته میشه، براشون مزاحمت‌ها ایجاد میشه، زندان میرون و غیره، برای اینکه قدرتن. این قدرت انواع و اقسام داره. یک کسی با خطابه است، یکی با نوشتنه، یک کسی با رسانه است، و اینا همراه با البته قدرت‌هایی که شکل‌های دیگری داره. بله، بنده از ابتدای کارم دنبال قدرت سیاسی نبودم، و اما خب به اصطلاح قدرت‌های دیگری رو کوشیدیم که به کار بگیریم برای اینکه به هدفمون برسیم. و در یه جامعه خوب قدرت‌ها در موازنه با یکدیگرن، یعنی هر کدوم کار خودشون رو می‌کنن، نه اینکه به جنگ با یکدیگر برخیزن. اگر خدای نکرده این انواع مختلف قدرت به جنگ هم برخیزن، اون وقت دیگه جهنم واقعی پدید خواهد آمد. ثروت هم قدرت، البته منزلت هم قدرت، اینا خیلی انواع اقس. علم هم قدرت هست، واقعا دین قدرت. من تمام اون بحث دین و قدرت رو که کردم 30 و چند جلسه، انشالله کتاب خواهد شد، تمام حرفم این بود که به دین فقط به منزله یک منظومه یا مجموعه از معارف نگاه نکنید که گویی معلم یه درسایی داده و رفته. نه، دین حالا چه نظر معلم اصلی بوده یا نبوده، بدل به یه قدرت در جامعه میشه. البته من استدلالم در اونجا این بود که پیامبر اسلام آگاهانه خلق یک قدرت کرد و میخواست که یک قومی رو بسازد که واجد یک اقتداری در تاریخ باشن، تو سری خور نباشن، مظلوم نباشن، و این هم احتیاج به یه منطق قوی داشت و هم احتیاج به یک شجاعتهایی داشت که همه اینها رو پیامبر پروراند. بنابراین دین هم یک قدرت است، و هاکذا و هاکذا. لذا ببینید اصناف قدرت در اینجا وجود داره، و هر کسی میتواند یه گوشه ای از اون رو بگیره یا یه سهمی از اون رو از آن خود کند. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از شعر زیبایی که خوندیم و تفسیر خیلی زیباتون از شعر. من یه سوال داشتم. این جلسه فرمودین که در واقع موضعی که اقبال گرفته نسبت به عقل و عشق خیلی مخالف عقل بود و خیلی عشق رو برتر دونسته بود، ولی اشعار قبلی که شما تفسیر کردین تو جلسات قبل ازش مقابل این هم داشت، یعنی به مسلمان ها خیلی و دنیای شرق خیلی ایراد گرفته بود که چرا دست از تلاش کشیدن و دنبال علم نرفتن و در مقابل غرب ضعیف شدن. موضع اصلیش در واقع کدومه؟ یه تعادلی بین این دوتا، یا اینکه عشق رو برتر میدونه یا مخالفش؟ خیلی ممنون، متشکرم. بله، نکته خوبی رو گفتید. ببینید در واقع موضع اقبال اینه، یعنی این جاهایی هم که راجع به عقل سخن میگه یا به نظر میاد که ظاهرا مخالفت با عقل میکنه، مخالفت با عقل بی عشق میکنه، نه اینکه با عقل از اون نظر که عقل است. میگوید که اگر صحنه رو فقط عقل اشغال کرد، اونگاه خشونت هایی از عقل سر میزنه که واقعا نمیتوره، که به هیچ تدبیری نمیشود اون رو تلطیف کرد. فقط با عشق است، یعنی با اکسیر محبت است که میتوان تیزی های عقل رو گرفت، خشونت های او رو رام کرد و تلطیف کرد. بنابراین بله، قائل به توازن است. من الان عرض کردم که اقبال خیلی تحت تاثیر نیچه بود و واقعا قدرت پسند بود، و تمام حرفش به مشرق زمینی اینه که ما قدرت نداریم، ما ضعیف شدیم. تو واقعا همه حرفش این است، یه نقد بلند و بزرگ و خیلی شدیدی داره به افلاطون. و خب چون معتقد بود که خیلی از صوفیان ما اندیشه های خودشون از افلاطون و افلوتین گرفتن، و در اندیشه افلاطون نوعی تسلیم در مقابل تاریخ و در مقابل سیاست رو میدید، میگفت که راهب دیرینه افلاطون حکیم از شمار گوسفندان قدیم. خیلی تعبیر تندی در باب افلاطون به کار میبره،
و میگوید این درس گوسفندی میداد، ما باید شیران باشیم نه گوسفندان. به همین سبب از قضا اقبال بحث خودی که میکنه، به خود بازگشتن و به خود اعتماد کردن و دست به زانوی خود گرفتن و برخواستن، غلام و اسیر و برده دیگران نبودن، تمام اینها تحت همون نظریه قدرت در میاد. از قضا اقبال دنبال این بود که قدرت رو، اقتدار رو به مسلمین بازگردونه، و بازگرداندنش هم البته خب یکیش از راه علم بود و یکیش از راه خودباوری بود، به خود پرداختن، و یکیش هم از راه زدودن خرافات بود. بگذر از فقری که عریانی دهد، و طلب فقری که سلطانی دهد. ما تصوفی یا عرفانی که حالا نامش فقره دیگه، ما فقر و عرفانی نمیخوایم که عریانی بده، یعنی به ما بگه که تن رها کن تا نخواهی پیراهن، به این دنیا نپرداز، ترک دنیا کن، بری گوشه بنشین و نه دنبال خوراک باش، نه دنبال پوشاک باش، نه دنبال خونه ساختن باش، مثل یه حیوان جنگلی بیابونی قارنشین زندگی کن. و اصلا این نیست. اگر اما از فقر یا عرفان دم میزنیم، فقری عرفانی رو میگیم که سلطانی دهد. یعنی چی؟ یعنی قدرت، یعنی سلطه. اتفاقا این اندیشه های نیچه‌ای خیلی در تار و پود اندیشه های اقبال تنیده شده است. این عدم توازن است که او رو آشفته کرده و معتقد است که این عقلانیت محض که به یک توپ اقتدار بیرحمانه و ناعادلانه منتهی شده و غرب رو غرب کرده، این باید تصحیح بشود و بعد اصلاح بشود. و حالا به تعبیر من، آینده مسلمان ها نباید امروز غرب باشه. یعنی ما نباید هوس کنیم یا حسرت ببریم یا انتظار داشته باشیم که فردای اروپای دیگه بشه یا آمریکای دیگه بشه. اینا برای ما آینه عبرتند که چگونه یک سویه بودنشون از یه طرف فوائدی رو یا محسناتی رو به بار آورده، ولی از طرف دیگر هم برای دیگران آفاتی رو پدید آورده است. این رو به لحاظ تحلیلی جناب اقبال اگر نه من جمیع الجهات، بلکه از وجوهی نسبت می دهد به عقل بی عشق، عقلی که سودگراست، اقتدارگراست، محافظه‌کار است، کالکولاتیو است، محاسبه‌گر است، اکسیر محبت کم دارد و خودمحور است و پراود است، خودبین است و غیره، و می گوید که ما باید اکسیر محبت را هم به این بیفزاییم. عشق بی عقل یا عقل بی عشق، هیچ کدوم اینها مورد توجه و تصویب جناب اقبال لاهوری نیستند. سلام آیکا، خسته نباشید. سلام جانم. آیکا، یه بار توی که از سخنرانیتون فرموده بودیم که به حضرت علی مشهور برای فرمودن که پروردگار با بعضی از بندگانش با زبون عقلشون صحبت میکنه باشه. و خواستم بپرسم این همون مثلا نفس ناطقه است که نفس پیش فرمودین ابو علی سینا گفته اونایی که قابلش هستن در روز محشر مورد عطف و عطا قرار نمیگیرن، یا عشق، یا نمیدونم ناشی از یه چیز دیگه است؟ اینو هم دست بداره. ببینید، ما یه چیزی داریم به نام عقل، یعنی مرتبه اولیه عقل که همون فهمیدن باشه، که این رو همه داریم و مطابق با او همه مورد سوال و مؤاخذه و محاکمه قرار میگیریم، و او به هیچ وجه منافی عشق نیست، البته مولد عشق هم نیست. عقل آخه درجات داره. ببینید، یه آدمی که هیچ چیزی هم از علوم جدید نمیدونه، یه عقلی داره، زندگی با این عقل میکنه، فهمی داره، داوری داره، انصافی داره، وجدانی داره، اینا همه نوعی عقلانیته که همون محصول نفس ناطقه آدمیست. اما این عقل میتونه به کمال برسه، میتونه آدم رو بکشونه به راههایی که فوق العاده خودخواهانه باشه، میتواند به جاهایی ببرد که منصفانه باشه، مشروط به اینه که تحت تاثیر قوه غضبیه قرار، قوه شهویه قرار، مطابق سخنانی که گذشتگان میگفتن. امروزی ها من حرفا رو میزنن، مصطلحاتشون فرق داره. عرض میشود که اون عقل که فهمیدن اولیه است، این رو همه دارن و همون هم هست که زمین ساز محاکمه می شود یا مؤاخذه می شود یا عقوبت می شود، کیفر و پاداش می شود و غیره. اما ما یه عقل دیگری داریم
که همون عقل قدرت طلب است که الان براتون عرض کردم، که این عقل خب میتواند به یه نتایج هولناکی منتهی بشود از نظر پاره از تحلیلگران، و این عقل هست که باید اصلاح بشه، موزون بشه، یعنی چنان پرورده بشود و چنان تربیت بشود که از اون تندروی ها و زیاده روی های خودش دست برداره. علی ای حال آدم های عاقل گرچه که درجات عقلانیتشون متفاوته، اما اون مینیموم عقلانیتی که همه آدمیان دارن به حکم آدمی بودن، همون آدمی رو صاحب نفس ناطقه میکنه و همون چیزیست که ما رو در درگاه الهی مستوجب داوری قرار میده. تکست سوالشون رو کردن، با اجازتون میخونم. سلام استاد. استاد شما در جای ضمن خواندن ابیات نخستینی که امروز خواندید فرمودید مدرنیته ادعا میکرد با فراخواندن عقل و علم مشکلات از جهان رخت برخواهند بست، اما جنگ جهانی دوم رخ داد که 100 میلیون کشته روی دست بشریت گذاشت و روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرد، و اگر تمام کشته‌های جنگ‌های دینی را بشماریم هرگز به اندازه این جنگ‌ها کشته به جان نگذاشت. و در جای دیگر فرمودید همه آنچه در جنگ‌های جهانی رخ داد قساوت هیتلری نبود، بلکه بخشی از آن انتقام تاریخی مسیحیان از یهودیان بود، و در جای دیگر فرمودید و تاکید روی این سوم سخن است که جنگ‌های دینی یک قدم رو به جلو نسبت به جنگ‌های کشورگشایانه پیشین به حساب می‌آیند، و در جایی در تفسیر بیت هنرش خاک برآورد ز تحصیب فرنگ باز آن خاک به چشم پسر مریم زد، چنان که امروز نیز فرمودید عقلانیت دین را قربانی کرد. خواستم این سخنان را در باب کارکرد دین با هم جمع کنید یا مقام آنها را تعیین کنید، مخصوصا سخن سوم و اینکه آیا در چنین فضای عقلانیت زده غرب آنچه کرکگارد از آن به لیپ آف فیث تعبیر می‌کند ممکن است؟ سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم اگر سوال من در یک افق مطرح نشده است. ما از آقایی هم ممنونیم که هر بار سوالی میکنن ماشاءالله وسعت اطلاعات خودشون رو نشون میدن، و علل خصوص این که سخنان پیشین من رو به خوبی گشتند و اینجا به من یادآوری میکنن و اجزای مختلف رو کنار هم میگذارن، نتیجه گیری میکنن، از دل اونها پرسشی بیرون میآورن. همه اینها برای من خیلی وجدانگیزه و در این حال تفکرانگیز. درست گفتید، این نکته ها در سخنان پیشین من بوده و خب بله، من این رو گفته بودم که این جنگ های جهانی بالاخره نشان داد که اولا همه جنگ ها دینی نبوده و بعدم جنگ های سکولار غیر دینی بسیار بیرحمانه تر و وحشتناک تر و آدمی خوارتر بودن، و متاسفانه سکولاریسم هم نتوانست اون بیماری رو درمان کنه، یعنی مانع جنگ و جدال میان آدمیان باشه، با خودش صلح بیاره، و خدا نکند که جنگ سومی در بگیره، جنگ سوم جهانی که به قول آینشتاین اون وقت جنگ چهارم بشریت با چوب و چما خواهد بود، چون تمام تمدنی رو که تا کنون فراهم آورده بر اثر همین سلاح‌هایی که ساخته از بین خواهد برد، و دوباره ما قارنشینی رو آغاز خواهیم کرد تا دوباره خط رو اختراع بکنیم و بیایم یه چند میلیون سال جلو تا برسیم به اینجایی که هستیم، اگر اساساً آدمی بر روی زمین باقی بمانه و تخم بشر برکنده نشه. به هر حال بله، همینطوره. یعنی متاسفانه خیلی وعده ها مدرنیته داد که این وعده ها وفا نشد. حالا یا به تعبیر و نظر پاره از فیلسوفان جدید مدرنیته نمیتواند اون وعده ها رو وفا کنه، یا به تعبیر دیگران مثل آقای هابرماس مدرنیته پروژه ایست که به تمام و کمال نرسیده و پیشتر که برود شاید مشکلات خودش رو حل بکنه. علی حال ما اینجا هستیم که اکنون هستیم. خب یکی از معارضهای عقل مدرن دین مسیحیت کهن بود، و این عقل مدرن دینداری رو در مغرب زمین رام خود کرد،
یعنی دین رو از بین نبرد و نتوانست از بین ببره، چون یه قدرت بسیار مقتدری است، اما اون رو رام کرد، یعنی محدود کرد، در کلیساها نشاند، دندانش رو کشید و او رو وادار کرد که پایش رو از گلیم خودش درازتر نکند و علل خصوص در مقام گرفتن قدرت سیاسی بر نیاید. به دین گفتن که تو خودت قدرت داری، یعنی بر قلوب، بر قلبها فرمان میرانی و همین برای تو کافیست و پات رو از این فراتر نگذار. در شوروی و تحت سلطه سوسیالیسم و کمونیسم هم با اینکه مبارزه بسیار با دیانت کردن، نتوانستن اون رو از ریشه بکنن، کمان که الان دوباره برگشته. همین اقبال لاهوری رو قبلا هم از او خواندیم که اقبال وقتی میزیست که شوروی تازه سرپا شده بود، انقلاب شوروی یک انقلاب مهم بود در تاریخ و سرنگونی نظام تزاری برای همگان حیرت انگیز بود و سربرآوردن یک نظام نوینی که نام خودش رو سوسیالیست و کمونیست گذاشته بود. ولی جناب اقبال میگفت که روس را قلب و جگر گردیده خون، از درونش حرف لا آمد برون، کردم اندر مقاماتش نگاه، لا کلیسا لا سلاطین لا اله، آیدش روزی که از شور جنون، خیش رازین گرد با دارد برون. میگفت که اینا فقط لا میگن، یعنی میگن این نه اون نه، ولی چیزای اثباتی ندارن، یه روزی خودشون رو از این گردباد و گرداب بیرون خواهند کشید. که خب سخنش هم الحق درست از آب در آمد. گفت بر نفی نمیتوان چیزی رو بنا کرد، شما باید یک وجوه اثباتی و ایجابی داشته باشید. پاپر فیلسوف علم معاصر ما که در نقد مارکسیسم کتاب زیاد نوشته، در اونجا میگوید که تنها اصل اثباتی و مثبتی که کمونیست داشت وقتی که لنین سر کار آمد، یعنی یک کاری که مشخص بود باید چه کار بکنن، عبارت بود از الکتریفای، برق رساندن به تمام کشور، و این کار بود که لنین شروع کرد. هیچ چیز دیگری در این که اقتصاد رو چگونه بنا بکنیم یا سایر شئون زندگیمون را هیچ کدوم روشن نبود. فقط میگفتن ما سرمایه‌داری رو براندازیم، انسان تراز نوینی بسازیم و بعد قدرت رو بدیم به طبقه پرولتر و چه و چه، که تمام اینا افسانه بود و هیچ کدومش هم تحقق خارجی پیدا نکرد. بعدم یک رقیب قدر قدرتی، یعنی همین سرمایه‌داری آمریکا و اروپا و اینا در کنارشون بود که بالاخره هم اونو از جا کندن و نگذاشتن که ریشه در خاک تاریخ بدوانند. باری اونا هم نتونستن دین رو ریشه کن کنن، دین اقتداری داشت برای خودش، حتی همون دین کلیسایی بر حال باقی موند برای اینکه ریشه در دلها داشت. حالا ما چه میتونیم درباره آینده دین بگیم؟ اینکه هنرش خاک برآورد، تهذیب فرنگ باز، اون خاک به چشم پسر مریم زد. آره اینا زدن به چشم پسر مریم، این خاک رو زدن و کوشیدن که صدای او رو بخوابانند، ولی من معتقدم که نه، اقتدار دین برقرار است حتی در همین اروپای سکولار، در آمریکای نیمه سکولار، و اینجا و اونجا تأثیرات خودش رو نشان میدهد. یعنی پیامبران کاری با تاریخ کردند که تاریخ نمیتواند راه دیگری غیر از راه اونها برود، ادامه راه اونهاست. کار به جای رسیده که چنان که قبلا نقل کردم براتون، آقای هابرماس فیلسوف معاصر آلمانی که سفری هم به ایران داشت و غیره و صاحب نظریات بسیار مهمی در فلسفه جامعه شناسی و علم الاجتماع، ایشون میگه ما جوامع آیندهمون نباید جوامع سکولار باشن، همونطور که نباید جوامع دینی باشن، بلکه جوامع پست سکولار باید باشن. ما باید سکولاریزم عبور کنیم، یک نوع آشتی و دوستی و دیالوگی باید بین دین و سکولاریزم برقرار بشه. هر کدوم اینها باشن، به تنهایی کار ما کار نمیشه و بار ما بار نمیشه، و این بسیار تشخیص مهمی است. اینو ایشون تو جامعه آلمان و در اروپا دیده، برای اینکه دیدن که ادیان بالاخره قدرتی گرفتن، حالا گاهی به صورت خشونت، گاهی هم با منطق و گاهی هم به لحاظ دموگرافیک، یعنی
پیروان ادیان تولید مثل بیشتری میکنن برخلاف سکولارها که اینا معمولا یا بچه ندارن یکی دو تا بچه دارن. این توسعه دموگرافیک قدرت هست در این جهان برای خودش، به طوری که من در یک سخنرانی بودم در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن حدود چند سال پیش و اونجا کسی از یک دانشگاه انگلستان اومده بود، اینا تخمینشون این است که در تا سال 2050 یعنی 30 سال دیگه تقریبا نصف اروپا مسلمان خواهند بود. خب اینا قدرت دین رو میبینن دیگه، بنابراین به خوبی این رو دریافتن که ما اگه از در معارضه درائیم زیان هر دو طرف خواهد بود، خصوصا این روش هایی که فرانسه الان در پیش گرفته که واقعا تأسف انگیزه، واقعا مبارزه و معارضه با دیانت میکنن اما تحت نام قانون های سکولار. باید به یک جامعه پست سکولاری برسیم که دو طرف دست به دست هم بدن و همدیگر رو به رسمیت بشناسن و بکوشن تا یک زبان مشترک پیدا کنن، همونطور که آقای هابرماس میگه، یعنی به اصطلاح در یک سپهر عقلانی با هم مواجه بشوند و نه این او رو از صحنه بیرون کنه نه اون این رو، و از حالت جنگ خارج بشوند و حالت رقابت در آیند، همونطور که تو بازی ها داریم. در اون صورت برنده و بازنده خواهیم داشت و این بازی به همین برد و باخت قائم خواهد بود و ادامه خواهد یافت. هر دو طرف باید عقلانیتی از خودشون نشون بدن، هم دینداران و هم غیر دینداران. راه بلند است و کار زیاد است. ما هم حرف خودمون رو بزنیم، از وقت خودمونم، یعنی پای سخن را از گلیم وقت دراستر کردیم، بنابراین بهتر است که همینجا خاتمه بدیم، دوستان رو به خدا بسپریم. انشاءالله در دیدار آتی در ماه آینده خدا توفیقی بدهد دنباله کلام رو خواهیم گرفت. بله. خیلی متشکر از همه دوستان و بالاخص شما آقای دکتر سروش. من ممنونم واقعا از عزیزانی که شرکت میکنن و محفل ما رو گرم نگه میدارن. انشالله خدا توفیقی بده درس رو ادامه خواهیم داد و بر سر خلاصه کلاس درس اقبال لاهوری خواهیم نشست و نکته های نیکویی رو از او استنباط و استخراج خواهیم کرد و با دوستان در میان خواهیم نهاد، نظریاتشون رو خواهیم شنید و بحث رو انشاءالله غنی‌تر خواهم کرد.